ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਆ ਮੁਝੇ ਪਾਰ ਲਗਾ مشکل چیه؟ از خیابون نمیتونم رد شم. تو از یه خیابون نمیتونی رد شم؟ آرمان متوجه نیستی دستم حنا داره. این کجاش مشکل داره؟ بیا بغل میکنم و میبرم. نه خیلی لازم نیست بغل کنی، خودم میتونم بیام دوباره. بذار اینجا. ببینین خاله، دخترم آلبوم عروسی تو و تارا رو. گوش کن، راست ساعت 8 حاضر باش، این قلمت راست ساعت اینجاست. والا از هیجانت به نظر نمیرسه، من تا ساعت 8 شب باید منتظر بمونم. تو میگی زمان اینجا متوقف کنم؟ آرمان تو داره دیرید میشه، باید همین الان بری سر کار. تو میتونی دوباره برگردی و بیای پیشم. خدافیز. باشه، به سلامت. خدافیز. سلام علیکم مادر جون، خوبی؟ اینو ببینید چطور شده. به به، چقدر حنای دستت خوشگل شده. مگه نه؟ اگه به آرمان باشه تا قیام قیامت هم میخواد دستم حنا باشه. راستش این کارو اصلا به آرمان نمیاد. مگه شما زوج تازه ازدواج کرده این؟ دختر جان این حرفا رو ولش کن. ببین من دارم آلبوم عروسی شما دوتا رو میبینم. وای خدا چقدر خوش گذشته بود. این خواننده که اومده بود خیلی صداش قشنگ بود. غزلای مهدی حسن رو چقدر زیبا خون. جشن رو خیلی باشکوه کرده بود. مراسم حنایی من به ایتون خوش نگذشته بود؟ اونجا که خواننده خوبی آهنگ خوند. نه بابا دخترم، مراسم حنای تو که بیشتر از مراسم تارا خوش گذشت. همه چی خیلی خوب بود. اما خاله همیشه یه جوری میگین انگار خانواده تو رو جشن خیلی بهتری برگزار کرده. همون آلبومو داشتم تماشا میکردم. مادر جون آرمان داره زنگ میزنه، من حرف بزنم برمیگردم. باشه. ولی این آرمانو درک نمیکنم. همین الان تارا رو رسوند و رفت، انگار غیر از زنگ زدن به تارا کار دیگه ای نداره. و یکم فرهانه اصلا نمیدونه زنش زنده است یا مرده. اینجوری نگو، خیلی زشته. به هر حال خاله من میرم به کارای خونه برسم، چرا که قبل از یه ساعت حرف زدنش تموم نمیشه. باشه درسته، برو. پسرم مثل شاهزاده ها شده، خدا بهش عمر طولانی بده. طبق این چیزی که توی نقشه میبینید ما باید این قسمت رو بیشتر دقت کنیم و این موقعیت مشخصی برای اون قسمت سالن هست و دارین میبینین که منطقه مسکونی رو خیلی دقیق روش کار کردیم. قسمت‌های سبز رنگ و اینکه همه این نواحی خیلی مهم و تاثیرگذاره و همچنین خیلی خاصه. بله
بله همونطور که میگفتم قسمت های سبز رنگ و این که همه این نواحی خیلی مهم و تأثیر گذاره و همونطور که میگفتم این نواحی برای ما خیلی خیلی مهمه چون هممون تلاش کردیم. خب همونطور که متشکرم. تو این خونه فقط آرمانه که ناز زنشو خریداره و برای سوزوندن دل من کم نمیذاره. اون وقت فرهانو ببین، بستم براش مهم نیستم. آقا فرهان امروز منو تحت تأثیر قرار دادی، خیلی عالی بودی، گل کاشتی مرد، ارائت همه رو حیرت زده کرد. خیلی ممنونم. حالا تو ببین سال بعد این دوستت برای خودش پروژه میگیره. آره چرا که نه، انشالله موفق باشی. اما یه چیزی رو یادت باشه، وقتی یه آدم بزرگ شدی این بنده حقیر رو فراموش نکنی. بخیر پسر. بدرخشی مرد، آرزوی موفقیت دارم. ممنون دادش. توی یه ساعت این چهارمین باره که داری زنگ میزنی و حالمو میپرسی. همه چی خوبه مگه نه؟ عاشق با خوب بودن هیچ ارتباطی نداره عزیزم، اینو که خودت میدونی. امروز که همه درساتو خوب پاس کردی. بله چندین روز بود که رام انبار شده بود. هیچی برای گفتن ندارم. من که آینده‌ایم ندارم. باشه خب بگو این بار واسه چی زنگ زدی. که به تبریک بگم. تبریک؟ مگه صبح تبریک نگفتی؟ صبح تبریک گفتم، فراموش کردم. بله راستی گوش کن، شب اون ساری آبی رنگ تو بپوش و حاضر شو لطفا. کدوم ساری آبی؟ تو تا الان برای من 10 لباس آبی گرفتی، کدوم یکیشو بپوشم؟ همون ساری آبی رنگی که برات از دبی آوردمش دیگه. راستش میدونیم عزیزم لباسای رنگ آبی خیلی بهت میاد، لطفا. آها اون باشه. بله بانو. اول بیرو میریم شام میخوریم، بعدش میبرمت با هم فیلم میبینیم. هرچی آقا دستور بده. حالا قطع کنم تا بتونم برای شب آماده بشم. اجازه داری؟ خداحافظ. ساری آبی دنبال چی میگردیم مامان؟ من داروهای فشار خونم رو اینجا گذاشته بودم، نمیدونم کجا، سرم داره از درد میترکه، احتمالا فشار خونم بالا رفته دختر. شما کجا میتونین پیدا کنین؟ تارا خانم امروز اتاقتون رو تمیز کرد، حتما اون یه جایی گذاشته. به خاله شما بشینید، من میرم ازش بپرسم. وای سرم خیلی درد میکنه، نمیدونم فشار خونم الان چقدر بالا رفته باشه. الان برمیگردم خاله. داری جایی میری؟ خب آرمان زنگ زده بود، میگفت که برای شب حاضر باش. مگه امروز روز خاصیه؟ امروز سالگرد ازدواجمونه دیگه، اونم میگفت هم برای شام بریم بیرون هم بریم فیلم ببینیم. این که خیلی خوبه. از خاله اجازه گرفتی؟ آره این ساری رو الان اتو بزنم، بعدش میرم ازشون اجازه بگیرم. ای بابا چه نیازیه بپرسی؟ تصمیم شما زن و شوهره، هر کاری رو که نمیشه از مادر شوهر بپرسی. مادر بزرگ که مخالفت نمیکنه، در ضمن بزرگمونه، باید ازش اجازه بگیریم مگه نه؟ اینم حرفیه. من دارم اتاقشون میرم، از قول تو هم اجازه میگیرم. تو برو راحت باش. خیلی ممنون، شما خیلی خوبی. راستش خاله داره دنبال داروی فشار خونش میگرده، تو اونو جایی نذاشتی؟ آره موقع تمیزکاریمونو گذاشتم توی آشپزخونه، اصلا فراموش کردم برش دارم.
تو بدشانسی منی بادا، آدم ها تلاش میکنن از بدشانسی خلاص بشن، نه اینکه دل تنگش باشن. گیتی اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. مادر جون چرا اومدین؟ من داشتم داروهاتون رو میآوردم. وای ببینم تو لباستو سوزوندی؟ چقدر بی احتیاطی تارا جون. تو چی کار کردی دختر؟ لباس گرونی بود. اما مادر جون تو هم عجیبی والا، اتو رو خاموش میکردی. وقتی شبی لباسو نپوشی ممکنه آرمان اعصابش خورد بشه. منظورت چیه؟ خاله امروز سالگرده ازدواجشونه، این دوتا قراره شب برن جشن بگیرن. عجیبه والا، اما کسی به من چیزی نگفت. خاله از این موضوعات کوچیک چرا ناراحت میشین؟ الان وقت خوشگذروندنشونه. داروهامو بده من برم توی اتاقم. لباسه به اون گرونیه سوزوندی. خاله رو که میشناسی، فشار خونش که بالا بره غرغر میکنه. اما من اینو نمیفهمم، خودم اتو رو خاموش کردم و رفتم، قشنگ یادمه، اما چطوری سوخت؟ ولش کن دیگه، حالا صد تا لباس دیگه داری، اونا رو بپوش، تو هر لباسی بهت میاد. خاله فایدهش همینه که از فامیل خودت یکی رو عروس بیاری. حالا ببینید، پا تو درد داشت، من احساسش میکردم، گفتم الان زودی برم و پاهای خاله جونم رو ماساژ بدم. وقتی از غریبه عروس بیارین اون این احساس رو نداره، این حس فقط برای نزدیکای خود آدم خاله، مگه نه؟ زرین جان، عزیز دلم، تو که خونه خودمی. بعد از فوت داداشم جد میدونم مامانت نصرت تو و کاظم و دست تنها و با شرایط خیلی سختی بزرگ کرد. اون زمان من اصلا نمیدونستم که تو وقتی بزرگ بشی من تو رو برای فرهان پسرم میگیرم، اما تارا هم دختر بدی نیست، فقط یه ذره نادونه. یه دختر بدونه پدر و مادر رو اینقدر مسئولیت روی دوشش بذارم مناسب ندونستم، اما بازم اون خیلی از مسئولیت رو به عهده گرفته. آره بی خیال خاله، مگه تمام روزو چی کار میکنه؟ فقط گاهی وقتا آشپزخونه میره و برای شما غذای رژیمی درست میکنه و اونم که خوشمزه درست نمیکنه. خاله من دشمنش که نیستم، فقط وقتی شما رو ناراحت میبینم نمیتونم تحمل کنم، خیلی براتون ناراحت میشم. نه خیر دخترم، من ناراحت نیستم، تو هم پاهامو ول کن، برو برو توی اتاق استراحت کن دختر شیرینم. وای چه لباسای قشنگی، چه طرهای قشنگی، بذاره میگم از این دست لباسا 4-5 تا برام بخره و اینجا بیاره. مامان مامان اینو ببین. چیا ببینم؟ چیا میخوای نشون بدی؟ مامان ببین این گوشی جدید اومده، به آبجی زرین بگو اینو برام بخره. همین چند وقت پیش این گوشی جدیدو برات خرید، همینی که الان تو دستته؟ مامان این که قدیمی شده، این مدلش جدید اومده، خیلی عالیه، بخرین دیگه. نمیگی برای مامان دو سه دست لباس بخرم؟ همش به فکر ولخرجی های خودتی. وقتی پول در بیارم برات میخرم دیگه. نمیدونم اون روز کی میاد، اون روز خوشبخت وقتی تو پول در بیاری. خداوند از آبجیم راضی و خوشنود باشه که ماهیانه خرجیمونو میده. و اجاره مغازه بابات هم میاد، با اون جمعن میتونیم خرج زندگیمونو در بیاریم، وگر نه از گرسنگی میمردیم. باشه مامان، چرا دراماتیکش میکنی؟ فقط به آبجی زرین بگو یه مقدار پول بده. باشه درسته، من بهش میگم. شنیدم سیب قوت داره، به منم بدین یه ذره قوت بگیرم. وای پسر عزیزم، مامانت مگه مرده که پسرت تو ضعیف بشی؟ یلا بیا. این چیه؟ بخور پسرم.
سارا خانم جان، اینا هم تموم شدن. باشه، من زیر اینو کم کردم، حواست بهش باشه. توش هم یکم سبزی بریز و بقیهش رو بذار تو یخچال تا بگردم. باشه. آشپزخونه چرا انقدر به هم ریخته است؟ حالا جمعشون میکنم خانم. غذای خاله خوشمزه تر میشه. با تارا خانمم بد جور دعوا میشه. هرچند نمیخواستم تارا رو اذیت کنم، اما کاراش خیلی رو اعصابه. آخه ببین آرمان چقدر دوستش داره. اما فرهان اصلا اینطوری نیست. شو گوشی رو جواب دادین. از صبح دارم تماس میگیرم، یه بارم جواب ندادی. خیلی معذرت میخوام، یه جلسه مهمی داشتم، از صبح درگیر همونم. آرمانم داره کار میکنه، هر چقدرم سر شلوغ باشه بازم روزی 10 بار به تارا زنگ میزنه. اما شما انگار نه انگار. الان وقت اینه که من و تو بیشتر نگران آیندهمون باشیم و برنامه ریزی کنیم. من این کارا رو به خاطر تو میکنم دیگه، برای آینده بهتر خانوادت میکنم. از بس درگیری کارین حتی فراموش کردین امروز اولی سرگرده ازدواجمونه. وای خدای من، واقعا معذرت میخوام، من کلا فراموش کرده بودم، واقعا عذر میخوام. ببین منو سر ساختمونم، دوباره باها تماس میگیرم. باشه خیلی خوب، فعلا. اما سرگرده نمیدونم لباس چه جوری سوخت، من اوتو رو خاموش کردم و بعد رفتم. نکنه زنده داشت سرنی؟ نه اون همچین کاری فکر نکنم بکنه. تو رو اون چرا همچین کاری باید بکنه؟ الان من شب چی بپوشم؟ نکنه آرمان اعصابش خورد بشه اگه من اون ساری آبیمو نپوشم؟ من چقدر احمقم، یه ساری دیگه میپوشم. آره این درسته، آره خوبه. آقا یه چیز دیگه نشون بدین. قشنگ اما اونقدرم قشنگ نیست. یه چیز دیگه نشون بدین. باشه ببینم. تو کل شهر نمیتونین پیداش کنین. واقعا؟ ببینید. واو این خیلی فوق العاده است. به تارای عزیزم میاد. بهت میگن هدیه خوب، اینو برام بذارین کنار. ممنون. چقدر شد؟ 2000 داخل؟ بفرمایید. امروز خیلی خوشگل شدینا. دارین جایی میرین؟ تو چی فکر کردی؟ فقط شما دوتا برنامه دارین؟ من و فرهانم یه هفته از برنامه چیدیم. واقعا؟ اما شما که چیزی نگفتی. آره خب علاقه ندارم همه جا برنامه‌مو جار بزنم. پس شما هم با ما بیاین دیگه، اینجوری بیشتر بهمون خوش میگذره. نه نه، فرهان دوست نداره کسی خلوت ما رو به هم بزنه. اینو که آره درست میگی. روژه لب صورتین تموم شده، تو داری؟ آره هست، الان بهتون میدم. این چطوره؟ خوبه. به من میاد؟
راستش چشم دختره فامیل دنبال منه، از لباسام، از آرایشم، از همه چی. این که خیلی عالیه. الان دقت کردم تو چرا اینقدر رژ لب پررنگ زدی؟ اصلا بهت نمیاد، یه ذره کمرنگتر بزن. فکر کنم آرمان اومد. آیا نکاح یه پیوند قوی آجاقم؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. یه عشق تم نکرنا یه راگ ہی لگا ہے دفن خود کرے پھر سوگ بھی منائے. سالگرد ازدواج تبریک خانوم آرمان. ممنون آقای آرمان. ولی این اون لباسی نیست که گفته بودم بپوشیش. آرمان، من میدونم که اون لباسو خیلی گرون خریدی و خیلی بهش علاقه داری، اما متاسفانه سوخت. فدای سرت عزیزم، با ارزش تر از تو که نیست. نگران نباش. پس این یعنی تو اصلا از من عصبانی نشدی؟ نه عصبانی، اونم به خاطر یه لباس. مگه میشه برای لباس سوخته از همچین خانم خوشگلی ناراحت بشم؟ این چیه؟ ببین. نخی؟ وایستا. دادارا. من خودم اینو دستت میندازم. چقدر به دستت میاد و زیباترم شده. خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. خیلی هم گرونه. بریم. مامان چی شده؟ دوباره خودتونو مریض کردین؟ ای بابا. وای پسر پام. اومدم پاهاتونو ماساژ بدم. همون فشار خون همیشگی، هر وقت دلش خواست بالا میره. آره تارا بهم گفت که دوباره فشار خونتون بالاست. به نظرم داروهاتونو نمیخوری، مگه نه؟ مگه نه؟ پسرم داروهامو میخورم، تو نگران نباش، خوب میشم. تو شامتو خوردی؟ من و عروس تارا میریم بیرون شام بخوریم. ها؟ آها، زرین بهم گفته بود. آره اما اجازه شما شرط رفتنمونه. برو شیطون. اجازه شرط رفتنته؟ مگه گاهی بهتون گیر دادم؟ نه خیر، چون شما بهترین مادر این دنیا هستین. آره، ولی باید زود بیای و مراقب خودتون باشی. با احتیاط میریم، با احتیاط برمیگردیم و شما با احتیاط داروهاتونو میخورین، با احتیاط میخوابین. باشه باشه. درست. خدا نگهدار. خداحافظ. برو به سلامت. خدا نگهدار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وای خدایا، امروز چرا برام نحسی میبره؟ اول لباسم سوخت، الانم کفیه کفشم خراب شده. حالا اینو چیکار کنم؟ چی شده؟ کفیه صندلت جدا شده؟ حرف منو قبول کن و برنامه امشبو کنسل کن. چرا زن داداش؟ از صبح تا الان همش کارات بد پیش میره. الانم بیرون میرین، یه وقت تصادفی چیزی نکنی. این چه حرفیه میزنی زن داداش؟ اینا همش مزخرفاته. هیچ تصادفی قرار نیست بشه. همسر من کجاست؟ بیا اینجا. اخ خب خانم، صندلات جدا شده؟ اینم چارش. پاهاتو ببینم. نه خیر، خودم میپوشم، بدش برم. نه خیر، پاهاتو دراز کن. بی خیال آلمان، من خودم میپوشم. من این کارو برات میکنم. یالا آفرین، بیا. پاهای بعدی خانم. آه
دیگه کف این صندلت هیچ وقت جدا نمیشه. تا امروز فقط زنزلین شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. این زنزلینی نیست، بلکه عشقه. بریم. یادم رفت با زری تماس بگیرم. شارژش الان باید تموم میشد. فکر کنم الان اعصابش حسابی خورد شده. چی بگم مامان، هنوزم منتظر آقای محترم نشستم. اعصابم خورده و حالم خیلی بده. زری دخترم، افسار فرهان دستت بگیر، همونطور که تارا افسار آرمان دستش گرفته. مامان جان، من یه دختر سادم، مثل تارا زرنگ بازی بلد نیستم. بیخیال دخترم، تو خودتو انقدر ناراحت نکن. راستی کاظم قراره بیاد پیشت، لطفاً یه مقدار پول بهش بده، دوست داره یه گوشی مدل جدید بخره. من اینجا چه حالی دارم و شما نگران کاظمین؟ مامان، فرهان اومده، بعدا صحبت میکنم. باشه، اما حرفم بفرما. اصلا به حرفم گوش نداد، تلفن رو قطع کرد. شما الان اومدین؟ از کی داشتم باهاتون تماس میگرفتم؟ گوشیتونم که خاموشه. واقعا معذرت میخوام، امروزم شلوغ بود، پشت سر هم جلسه داشتم و در نهایت وقتی خواستم باها تماس بگیرم شارژ تلفنم تمام شد. شما همیشه همین کارو میکنید، درگیر کارین و همه چی رو فراموش میکنید. خب معذرت خواستم دیگه. همیشه معذرت خواهی میکنین. هدیه من کجاست؟ دیدی؟ من میدونستم شما فراموش میکنین. فرهان، امروز سالگرد ازدواجمونه. معذرت میخوام. دیگه واقعا کافیه. من تو زندگی شما هیچ ارزشی ندارم. شاید اصلا منو دوست نداری. شما آرمانو دیدی؟ ببین عصبانیتت به جاسم با، من این همه تلاش برای کی میکنم؟ برای تو دیگه. میخوام کارمو پیشرفت بدم، فقط به خاطر اینکه یه زندگی عالی برات درست کنم. و زمان؟ باشی، قول میدم فردا حتما هدیتون میخرم. ولش کنی، هدیتون دریافت شد. زرین لطفا به حرفم گوش کن. شما میدونی من چقدر احساسی حقارت میکنم وقتی این دوتا رومه و جولیت میشن، براشون برنامه ریزی میکنن، اما من توی خونه تنها فقط قصه میخورم. من که اینقدر تلاش میکنم، برای کی تلاش میکنم؟ برای تو که توی زندگیت هیچی کمبود نداشته باشی، زندگی خارق‌العاده‌ای داشته باشی. اما من توی زندگیم کمبود دارم. چه کمبودی؟ کمبود محبت، لحظات عاشقانه. آرمانم داداش شماست، اونو دیدین؟ که چطور دور و اطراف تارو مثل پروانه میچرخه، حتی کفشش رو هم پشت میکنه. من و آرمان خیلی با هم دیگه فرق داریم زری. منم همینو میگم، بی نهایت آدم خسته کننده و غیر رومانتیکی هستی. نه خیر، اینطور نیست، همه مردم مثل هم نیستن. اما هر زنی
از مردش فقط یه چیزی میخواد، اونم عشقه. زری قسم میخورم من خیلی دوستت دارم. وقتی دوست دارین باید ابرازشم بکنین تا همسرتونم بدونه. خب به من بگو تو چی میخوای؟ هم قرار شام و یه هدیه از طلا. شام شما فردا میخوریم. فردا چرا؟ سالگرد ازدواجمون امشبه. راستش من خیلی خستم و به خاطر من تو نمیتونی لذت ببری، اما فردا قول میدم همه یه کارامو ول میکنم و باهات میرم شام بیرون و شب کنار تو میمونم. قول؟ قول میدم. حالا یه قهوه برام میاری؟ باشه الان برات میارم. فکرشم نمی کردم توی سالگرد ازدواجمون همچین هدیه بزرگی به هم بدی. خیلی دوستت دارم. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پا بر جا و سلامت نگه. ولی من می ترسم دخترم که نکنه آدم های حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه می ده. मुझे पार लगा